سال 2002 میلادی انفجار انتحاری در طرح ساخت زیردریایی گستای فرانسه در کراچی پاکستان منجر به کشته شدن 11 تکنسین فرانسوی شد. آن روزها انگشت اتهام به سوی القاعده نشانه رفت اما بعدها عدم پرداخت رشوه در این معامله دلیل انفجار و کشتار اعلام گردید. در همین راستا تیری گوبر از دوستان نزدیک نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه با شد. در جلسه دادگاه بریس وزیر سابق کشور در مکالمه تلفنی به وی هشدار داد که همسرش اطلاعات را درز می دهد. وکیل خانواده های قربانیان می گوید اشخاص مطرح درگیر این پرونده هستند. ارتوفو وزیر سابق کشور و مشاور نیکولا سارکوزی از آن جمله اند. این پرونده جنایی است و آقای ارتوفو مانع تحقیق جامعه دادگاه می شود. اما نام آقای سارکوزی از آنجا وارد این پرونده شد که وی در زمانی که جنجال رسوایی رشوهگیری و انفجار اتفاق افتاد وزیر بودجه وقت و سخنگوی انتخاباتی ادوار بالادور بود ادوار بالادور اما خود در انتخابات سال 1995 رقیب ژاک شیراک و متهم به دریافت بخشی از رشوه معامله بزرگ فروش زیر دریای فرانسوی به پاکستان بود. آقای بالادور انتخابات را به ژاک شیراک واگذار کرد و آقای شیراک ظاهران پس از آن مبلغ کمیسیون و یا به عبارتی رشوهی که بر سرش موافقت شده بود را فسخ کرد. این پرونده جنجالی و پیچیده سال هاست که در جریان است.